سلام، من مریم هستم از پرژن بارد جوایز پارسی. امروز در خدمت مهمان عزیزی هستیم، جناب آقای علی یزدی. آقای یزدی عکاس و دوچرخه سوار هستند و حامی کوسه ها. آقای یزدی خیلی خوش آمدین. لطفا خودتون رو برای بینندگان ما معرفی کنین و حوزه فعالیتاتون رو بفرمایید. سلام خدمت بینندگان عزیزتون. خب من علی یزدی هستم، مدت فکر کنم بالای 10 سال هستش که دارم عکاسی میکنم و شغلم عکاسی صنعتی هستش. در حیطه مستند هم عکاسی میکنم، اونم البته تفریحی هستش، ولی اونم تقریبا 7-8 سالی هست که دارم عکاسی میکنم. دوچرخه سواری هم در کنار همه اینا بوده و همیشه دوست داشتم که یک کاری در حیطه محیط زیست و با دوچرخه انجام بدم که خوشبختانه امکان سال 1400 موفق شدم که این کار رو بکنم. بله، خیلی ممنون. یکم راجع به این پروژه‌ای که برای کوسه ها داشتین توضیح میدین برای بینندگان که چطور ایدش به ذهنتون رسید، چی شد، چه اتفاقایی افتاد؟ ببینید، من خب به خاطر اینکه عکاسی میکنم و دوچرخه سواری میکردم با دوستانی مشورت کردم که خب دنبال خب یه شعاری بودم، یه کاری بکنم که این کاری که دارم انجام میدم یه ذره ثمره داشته باشه، بکنم بی فایده نباشه. برای همین خب با چند نفر مشورت کردم و خب یکی از دوستان من خانم رحمتی که فعال محیط زیست هستن به من پیشنهاد دادن، گفتن که بیا برای انقراض کوسه ها و در واقع بقای کوسه ها این کار انجام بده، که من خیلی تعجب کردم چون هیچ اطلاعی در مورد کوسه ها نداشتم. من ایشون گفتن که کوسه ها دلیلاشو گفتن و من یه سری مقاله بهم نشون دادن، اینا گفتن که واقعا یعنی انقدر کوسه ها مهم هستن که شاید الان نفس کشیدن من و شما همین الان به واسطه کوسه ها باشه. و برای همین حالا من در ادامه واسهتون توضیح میدم که چرا انقدر کوسه ها مهم هستن، ولی خلاصه ایشون گفتن اینطوری، اینو گفتم که خب باشه من انجام میدم، ولی نه فقط با یه شعار ساده، چون که دوست داشتم فقط یه شعار باشه یا نمیدونم یه پوستر باشه، یا دوست داشتم همونجا در جا که داشتیم صحبت میکردیم بعد از اینکه قانع شدم که در مورد کوسه ها باید این کار انجام بدم، گفتم که آقا پس من یه مجسمه بزرگ کوسه درست میکنم دنبال خودم میکشم. و خب خانم رحمتی دو شخص سوار نیست، ولی گفتش که خب سخت فلان بیسار اینا، حالا بماند دیگه. یه ذره داشتیم صحبت میکردیم و اینا، دیگه بعدش رفتم من با دوستان دو شخص سوارم مشورت کردم که اینا گفتن که خب خیلی کار سختیه، بزرگه، تو همینجوری وزنت زیاده، نه همینجوری خودتو ببری برسونی به انتها هنر کردی، حالا چه برسه که بخوای یه مجسمه بزرگم ببری. گفتم که خب کار نشود نداره و اینکه خب میگردیم دنبال متریال ارزون، متریال سبک و به قول معروف راهشو پیدا میکنیم دیگه. هدف هم این بود که گفتم که آقا ما که داریم این کار رو انجام میدیم، گفتم که باید بذار حالا یه ذره کارمون جهانی تر بشه، دنبال رکورد زدن نبودم، ولی خب این کار دوست داشتم کار نوعی بکنم. من به واسطه رشته تحصیلیم که گرافیک خوندم، خب در حوزه تبلیغات عکاسیم هم در همین زمین هست دیگه، عکاسی تبلیغاتی انجام میدم، با شرکت زیادی در ارتباطم و همیشه دوست داشتم کار جدید و نوعی بکنم. برای همین این ایده رو من اومد تو ذهنم و ایده رو کنسل نکردم، دنبال راه حلش گشتم. یه کوسه 2.5 متری ما درست کردیم. اول قرار بود این کوسته حتی قرار بود مثلا بادی باشه، در واقع مثلا با گاز هلیوم اینا پر بشه فلان بشه. ما حتی رفتیم گشتیم مثلا تو کشور مثلا فلان یه کوسه بادی رو پیدا کردیم، نمیدونم. بعد من گفتم اگه این پنچر بشه باید چیکار کنیم فلان بشه، مثلا یه سری داستانا داشتیم. خلاصه رسیدیم به متریال، چون جنوب باد خیلی میادش ما نتونستیم استفاده کنیم، رسیدیم به متریال پاپیه ماشه. اگر حالا دوستان بدونن در واقع هم مقوا هستش. چجوری ما مقوا متریالمون هم در واقع بازیافتیه، این کوسه که درست کردیم چجوری پاپیه ماشه در واقع تیکه های
آره تیکه های مقوا رو ما به قول معروف خورد میکنیم، یعنی مقوایی که میریزیم دور هم کارتون اینا رو خورد میکنیم و با چسب چوب قاطی میکنیم، یه خمیری درست میشه که خیلی خیلی مقاوم میشه، اصلا یه چیز عجیب غریبی میشه، یعنی بتون میشه و بسیار سبک. برای همین بعد ما دیگه من دوستان مجسمه ساز زیاد دارم، بعد اینکه دیگه مشورت کردیم و صحبت کردیم یه چسب خاصی هم ریختیم توش که دیگه خیلی مقاوم شد، رنگامیزی و اینا هم که کار سینا رضایی بودش این کار رو انجام داد، دیگه گفتش آقای رنگم بزنید دیگه کاملا ضد آب میشه و دیگه این کوسمون آماده شد. و بعد اینکه گشتیم دنبال به قول معروف یه تریلری که اینو بتونه هم کنه، خب من بهزاد از برند فرهادلیب این کار رو انجام دادش بسه ما همدان بودن اینا، گفتش که من این تریلر رو برای درست میکنم و اینکه این کوسه به قول معروف یه سفر رفت همدان، اندازه‌هاشو گرفتن چیز کردن، یه در واقع تریلر مخصوص این کوسه درست شدش، تریلر رو درست کردیم و به قول معروف بعد از اونجا اومد ساوه که کارگاه سینا اونجا بودش، این رنگامیزی شد و تا همینجا شهر کلی کیلومتر این چیز کرده، چند تا شهر این کوسه دیده. بعد اینکه آره خود کوسه هم که در واقع سمت کارگاه نرگسخانه توی کهریزک اون طرف ها یه قلعه نوچمن اونجا متولد شد. الان این کوسه بگین اهل کجا میگم اهل قلعه نوچمنه که کارگاه سفالگریشون در اختیار ما گذاشتن، ما اونجا اینو درست کردیم. چه جاله داستان متولد شدن این کوسه بودش. بله مرسی، خیلی عالی.